Hello everyone, امیر here again and I hope you're all doing great. سلام به همگی، امیر هستم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه بچه‌ها. خوش اومدید به ویدیوی گرامری دیگه. امروز قراره که wish و if only رو با هم کار کنیم. تفاوت‌هاشونو. جملاتی از قبیله که مثلا می‌خوای بگی ای کاش میشد، فقط اگه اینجوری میشد، اینا رو بعد چجوری استفاده کنیم؟ خب؟ در با استفاده از این دو تا قواعد، wish و if only، اینا خیلی معنیشون به هم نزدیکه، یه تفاوت‌های جزئی دارن. امروز قراره که با هم بررسی کنیم. فقط لطفاً یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بچه، برای شروع اولی توضیح بدیم. We use wish and if only to talk about the things that we would like to be different in either the present or the past. If only is usually a bit stronger. ما از wish و if only استفاده میکنیم بچه‌ها برای اینکه راجع به چیزهایی حرف بزنیم که دوست داریم متفاوت باشن، چه تو زمان حال چه تو زمان گذشته. خب معمولا تو حال گذشته استفاده میشه. وقتی میخوای مثلا بگی ای کاش اینجوری نمیشد، ای کاش فرق میکرد، برای اینکه راجع به چیزهایی حرف بزنی که دوست داری فرق داشته باشن، دوست داشتی مثلا یه جور دیگه اتفاق میافتادن. و if only یه ذره قوی تره دوزش، خب یه ذره stronger تره. حالا میریم توی مثالا با هم میبینیم. خب اول بریم زمان حالو با هم بررسی کنیم. In the present we can use wish and if only plus past form to talk about things in the present that we would like to be different. ما میتونیم از wish و if only استفاده کنیم به اضافه گذشته فعل بچه. خب فرم گذشته الان تو جملات میبینید، برای اینکه راجع به چیزایی صحبت کنیم در حال، در زمان حال که دوست داشتیم متفاوت باشن. یعنی جمله فعلی که به کار میبریم گذشته است، ولی معناش به معنای حال، زمان حال الان داره راجع به الان صحبت میکنه. بریم چند تا مثال با هم داشته باشیم. جمله اول، I wish you didn't live so far away. I wish you didn't live so far away. جمله دوم، If only we knew what to do. If only we knew what to do. جمله سوم، He wishes he could afford a holiday. He wishes he could afford a holiday. جمله اول چی میگه بچه ها؟ I wish you didn't live so far away. I wish you didn't live so far away. ببینید بچه ها، ساختار I wish و if only یه جور ایمجینریه. خب مثل همون ساختار ایفه، if I were you، اگه من جای تو بودم I would do that. خب برای همین باید گذشتش بیاد، گذشته فعل بیاد. نمیتونی بگی I wish you don't live so far away. You don't نمیتونی بگی I wish you didn't live so far away. این به این معنی که ای کاش انقدر دور زندگی نمی کردی. خب داره الانو میگه. این به این معنی نیست که کاش قبلا دور زندگی نمی کردی، الان دوستت ازت خیلی دوره، میخوای بگی I wish you didn't live so far away. ای کاش که آرزو میکردم یا دوست داشتم که اینقدر دور زندگی نمیکردی. جمله دوم، If only we knew what to do. خب If only we knew what to do این یعنی چی؟ ببینید if only باز اینجا داره شرایط ایمجینری، خیالی درست میکنه. یعنی که ما الان راه حل رو نمیدونیم، فقط اگه راه حل رو میدونستیم مثلا خیلی خوب میشد. If only we knew what to do we would be happy. خوشحال بودیم الان. خب اینجا هم همینو داره میگه، If only we knew what to do. این به این معنی نیست که ما کاش میدونستیم، اگه فقط میدونستیم قبلا بعد چی کار میکردیم، نیست. اینا رو راجع به همین الان حرف میزنه. الان اطلاعی نداری، میخوای بگی کاش که میدونستیم. خب حتی تو فارسی هم میگیم کاش میدونستم، نمیگی کاش میدونم که. خب گذشته میبری. If only we knew what to do. حالا ترجمه if only و wish رو تقریبا میفهمید. یعنی تو جمله اول که ما گفتیم شما میتونی if only استفاده کنی. مثلا میگه if only you didn't، اونجوری هم معنیش میده ولی یه ذره تغییر میکنه. مثلا تو بگی if only you didn't live so far away به جای wish، اون بالا تو داری یه جورایی رویا پردازی میکنی، مثلا یه کاش داری آرزو میکنی ای کاش که تو انقدر دور زندگی نمیکردی. I wish you didn't live so far away. حالا اگه بگی if only you didn't live so far away، تو داری اینجا یه ذره شرطی میکنی. یعنی که مثلا قرار بوده یه اتفاقی بیفته،
خب مثلا دوستت مریض میشه، حالت بد میشه، به جای اینکه به رفیق صمیمی زنگ بزنی مجبور میشی به یه غریبه زنگ بزنی چون بهت نزدیکه، دو خیابون اونورتره، ولی رفیق صمیمیت خیلی دوره. خب بعدا مثلا که این جریانو میگذره میای به دوستت میگی که من دوست داشتم به تو زنگ بزنم، تو بیای به جای این غریبه، من شرمندهش نشم. فقط کاشکی اگه میشد تو اگه نزدیک زندگی میکردی من به تو زنگ میزدم. If only you didn't live so far away, I could call you. خب اگه تو، فقط اگه تو اینقدر دور زندگی نمیکردی من میتونستم بهت زنگ بزنم. تفاوتشو دیدین؟ If only شرطی میشه یه ذره، مثلا میخوای بگی اگه این بود اینم میبود. خب ولی I wish یعنی که مثلا تو میخوای یه جورایی چیز کنی، آرزو کنی، دعا کنی، مثلا خیال پردازی کنی اگه میشد عالی میشد، ولی اون یکی شرطی میشه چون if داره. حالا جمله سومو بررسی کنیم. He wishes he could afford a holiday. داره میگه که اون آرزو میکنه یا مثلا خیلی دوست داره. ببینید کود اومده، گذشته است. He wishes he could afford a holiday. یه دونه تعطیلات، یه تعطیلی مثلا افورد کنه، یعنی که فراهم کنه برای خودش. خب حالا دوستش میاد میگه که میتونی این آخر هفته بیای بریم بیرون؟ خب Would you like to go out this weekend? یا مثلا tomorrow. حالا اینم میخواد در جواب بگه اگه بتونم یه دونه تعطیلی واسه خودم جور کنم. خب اینجا داره میگه اگه بتونم، پس اینجا داره شرطیش میکنه دیگه، اینجا از wish استفاده نمیکنه، میگه if only. If only I could afford a holiday tomorrow. این یعنی چی؟ اگه بتونم، یعنی که فردا قراره بره با رئیسش صحبت کنه، یه جورایی مجابش کنه که بهش تعطیلی بده. من میخواد بگه اگه بتونم فردا رو تعطیل کنم حتما باهاتون میام. If only I could. بازم همون گذشته رو استفاده میکنی، could رو استفاده میکنی، فقط به جای wish از if only استفاده میکنی، چون داری شرطی میگی. wish خیالیه، if only خیالی نیست، شرطیه. If only I could afford a holiday. خب خیلی حرف زدم. In the present تموم شد، در زمان حال تموم شد. بریم سراغ in the past، در گذشته. خب یه توضیح کوتاه بدیم. We use wish and if only plus past perfect form to talk about something in the past that we would like to change. خب وقتی ما میتونیم از wish و if only استفاده کنیم به اضافه ماضی بعید، فرم ماضی بعید، برای اینکه یه چیزی راجع به گذشته صحبت کنیم که دوست داریم تغییرش بدیم. نمیتونیم تغییرش بدی یا دیگه اتفاق افتاده، ولی میگی ای کاش اینجوری نمیشد، ای کاش نرفته بودم اینجا. خب با past perfect بعد استفاده کنید بچه ها. بریم با مثال داشته باشیم. جمله اول: They wish they hadn't eaten so much chocolate. They are feeling sick now. They wish they hadn't eaten so much chocolate. They are feeling sick now. جمله دوم: If only I'd studied harder when I was at school. If only I'd studied harder when I was at school. جمله اول چی میگه؟ میگه اونا میگن که ای کاش انقدر شکلات نمیخوردن، خب شکلات نخورده بودن، حالشون الان بده. They are feeling sick now. خب مثلا 4 روز پیش خیلی شکلات خوردن، الان حالشون بد شده. They wish they hadn't eaten so much chocolate. با past perfect استفاده شده بچه ها. جمله دوم اینم یه جورایی ریگرت کردنه و یه جورایی مثلا حسرت خوردنه. تو میگی فقط اگه من به اندازه کافی درس خونده بودم موقعی که مدرسه بودم الان مثلا دانشگاه خوبی رفته بودم. If only I'd مخفف همون I had بچه ها. I دیگه به مخفف I would نیست. I'd میتونه مخفف I would باشه، I had باشه، برای همین حواستون باشه. خب اینجا داری میگه If only I'd studied harder when I was at school. اگه فقط تو وقتی که مدرسه بودم بیشتر درس میخوندم، حالا ادامه جمله، خب میتونستم الان دانشگاه خوب برم. ببینید جفتش گفتم اینجا هم همون قاعده رو داره که wish و if only تفاوتشون چیه. اون یکی آرزو کردن، رویا پردازیه، یکی شرطیه. که اگه مثلا من if only این کارو میکردم یه چی دیگه به دست میومد. و بخش آخر expressing annoyance ابراز کردن، مثلا یه وقتی یه چیزی شما رو اذیت میکنه. something is annoying یعنی که چیزی آزاردهنده است. خب وقتی داری میخوای اکسپرس کنی یه چیزی منزجر کننده است، اذیت میکنه. خب ساختارش به این صورته:
We can use wish plus would or wouldn't to show that we are annoyed with what someone or something does or doesn't. میگه که ما میتونیم از wish به اضافه این فقط برای wish ها. If only اینجا استفاده نمیشه. شما میتونید از wish به اضافه would یا wouldn't استفاده کنی. اینجا دیگه گذشته فعل نداریم، ماضی بعید هم نداریم، فقط would. خب میتونی از wish به اضافه would یا wouldn't استفاده کنی که بین اینا سابجکت هم میتونه قرار بگیره که راجبه مثلا چی صحبت کنی. این که آیا چیزی که کسی انجام میده یا انجام نمیده برای تو آزاردهنده است، یا چیزی که داره اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته برات آزاردهنده است. بریم چند تا مثال داشته باشیم. جمله اول: I wish you wouldn't borrow my clothes without asking. I wish you wouldn't borrow my clothes without asking. جمله دوم: I wish it would rain. The garden really needs some water. I wish it would rain. The garden really needs some water. جمله سوم: She wishes he'd work less. She wishes he'd work less. They never spend so much time together. They never spend so much time together. جمله اول چی داره میگه؟ I wish you wouldn't borrow my clothes without asking. ای کاش که تو همش لباسای منو بدون اجازه بر نداری. خب بدون اجازه قرض نگیری. بارو اینجا مثلا معنی قرض گرفتن اینه که آقا اجازه بگیر ازم. همینجوری ور ندار. تو میخوای قرض بگیری میره ور میداره یهو میگی من قرض گرفتم. اینجا دیگه نمیتونی از didn't استفاده کنی یا از if only. If only مثلا یا مثلا I wish you didn't borrow my clothes without asking. بذارید بگم چرا. ببین اگه یه اتفاق یک بار بیفته و گندش مثلا در بیاد، مثلا این یه بار طرف مثلا لباس تو رو بی اجازه برداشته، بعد مثلا یه گندی پیش میاد، حالا با لباس برداشتن اتفاقی پیش نمیفته، فرض کنید طرف لباسای تو رو بدون اجازه ور میداره بعد یه گندی در میاد، اون موقع میتونی بگی If only you didn't borrow my clothes without asking. فقط اگه بدون اجازه این کارو نمی کردی این اتفاق پیش نمی اومد. آره اینجا میتونی از if only استفاده کنی. ولی اگه یه چیزی روتین داره اتفاق میفته، طرف سه بار، چهار بار، پنج بار این کارو انجام داده، هی میاد لباسای تو رو ور میداره، تو هم کفری میشی میگی بابا بدون اجازه ور ندار. خب اینجا نمیتونی دی از I wish بگی. I wish و if only نمیتونی بگی چون یک بار اتفاق نیفتاده. خب آرزویی هم نیست. تو میخوای بگی آقا میخوای این کارو بکنی، کاش که فقط بیای از من اجازه بگیری، بدون اجازه ور نداری. اینجا از wouldn't باید استفاده کنی چون داره هی اتفاق میفته. خب I wish you wouldn't borrow my clothes without asking. I wish it would rain. اینم که ساده ترین حالت استفاده از wish، داری دعا میکنی که بارون بیاد. خب I wish it would rain دیگه نمیگی I wish it didn't rain. خب I wish it would rain. The garden really needs some water. که میگه گاردن ما، باغچه ما خیلی نیاز به آب داره، خدا کنه که بارون بیاد. یا مثلا جمله سوم: she wishes he would work less. He'd مخففه he would اینجا بچه ها. He had نیست اینجا، he would. اگه he had بود بعد work گذشته میشد، میشد worked. He had worked less. اینجا داریم میگه که she wishes he would work less. They don't spend so much time together. خب میگه که ای کاش اون کمتر کار میکرد. کار کردن یه چیز روتینه، پس مثل همون بالاییه، باروه، قرض گرفتن لباس. نمیتونی بگی if only یا didn't work. میگه که she wishes he would work less. یکم کمتر کار کنی که بتونه اوقات بیشتری رو با هم بگذرونه. خب بچه ها امیدوارم که مطالب جا افتاده باشه کامل، تونسته باشم دوتا رو با هم بشکافم، جدا کنم و جا بندازم. میرسیم سراغ تمرین. تمرین کویز. گرامر بدون کویز نو گرامر. اوکی سه تا جمله قرار بگم، گزینه‌هاشو بذارم و شما طبق معمول به صورت یک پاسخ، دو پاسخ، سه پاسخ تو کامنت ها لطف کنید بذارید. بریم سراغ جمله اول. If only they you for the advice before they started the project. You're the expert. If only they you for the advice before they started the project. You're the expert. میگه که اگه اونا فقط از تو میپرسیدن برای نصیحت قبل از اینکه پروژه رو شروع کنن، for the advice برای اون توصیه یا نصیحته، عالی میشد چون تو متخصصی. You are the expert. اگه فقط از تو میپرسیدن، پرسیده بودند. خب اینجا باید از کدوم از این گزینه‌ها استفاده کنیم؟ Would ask، had ask،
asked. Would ask, had asked, asked. پاسخ درست رو به صورت یک و جواب تو کامنت ها بذارید. بریم سراغ جمله دوم. He wishes he back in time and visit ancient Rome. He wishes he back in time and visit ancient Rome. میگه که اون آرزو میکنه که کاش میتونست به عقب برگره یا تو زمان سفر کنه و روم باستان رو بازدید کنه. ancient میشه باستانی و قدیمی. خب روم باستان رو ویزیت کنه، سر بزنه بهش. He wishes he کدوم از این گزینه‌ها میشه؟ would travel, could travel, could have traveled. would travel, could travel, could have traveled. بریم سراغ جمله سوم. I wish she her shoes there. I'm always falling over them. I wish she her shoes there. I'm always falling over them. میگه که ای کاش اون کفشاشو هی اونجا در نیاره. اونجا کفشاشو رها نکنه. اونجا کفشاشو ول نکنه. همینجوری بره. من هی پام گیر میکنه میخورم زمین. I'm falling over them. خب؟ اینجا کدوم گزینه باید استفاده کنیم؟ Wouldn't leave, left, wouldn't have left. Wouldn't leave, left, wouldn't have left. بی زحمت اینم پاسخشو بذارید توی کامنت ها. خب بچه به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. امیدوارم که مفید بوده باشه. بازم یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. و تا ویدیو گرامری بعدی. Take care.